واحدی که مشاهده میکنید حوض شناور 4000 تنی کارخانه جات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی است. این داکا به صورت شناور و مستقل قابلیت قوس کردن در دریا رو دارن با آبگیری توسط مخازنشون و وقتی که قوس کردن در به اصطلاح عمق قابلیت پیدا میکنن که یک شناوری رو از دو طرف خودشون پذیرا باشن. این حوض شناور برای اینکه بتونه یه شناوری رو داخل خودش قرار بده باید غرق بشه بره پایین. به خاطر همین تعدادی از دریچه‌های زیرابیش هستش که شیرهای زیرابی داره و با باز کردن اونها آب وارد مخازنش میشه و خودش قوس میکنه و میره پایین. وقتی رفت پایین قابلیت پیدا میکنه که یک شناور دیگه رو بکشونیم ببریم داخل. یکی از مزیت‌های بزرگ حوض شناور این هستش که قابلیت استقرار در نقاط مختلفی که عمق کافی رو داشته باشه داره. مخصوصا مثلا در کارخانجات ما قابلیت داره که در یک اسکله‌ای که اینجا قرار گرفته قرار بگیره یا ما جابجاش کنیم در اسکله دیگه ای قرارش بدیم. این برای ما قابلیت مانور به وجود میاره، ما میتونیم انتخاب کنیم. ضمن اینکه در مدل های پیشرفته تر حتی قابلیت اعزام این شناور به دریا وجود داره و قوس کردن در آب و گرفتن شناوری که صدمه دیده در دریا در داخل، به قول معروف در دریا نه در کنار مراکز تعمیراتی، این قابلیت برای همچین شناورهایی وجود داره. مجموعه که الان شما حضور دارین قزل جنوبی کارخونه جات هستش، محل استقرار دربهای شماره 1 و 2، داکهای شماره 1 و 2. زمانی میرسه که وقتی تست های کارخونه تموم شد در حقیقت برای انجام اون تست های کنار اسکله حت و یا تست های کنار در دریا سد بایستی زیر دریا رو ما از داک و یا از حوض خوش خارج میکنیم. اصطلاحا پروسه آنداکینگ رو ما بایستی اجرا بکنیم و زیردری رو از داک به کنار اسکله هدایت بکنیم. برای اینکه این شناورهایی که اینجا داریم از روی بلوک هایی که روش نشسته بودن و تعمیر میشدن بلند بشن، مجموعه سیلندر والوی که مجرا و کانال مربوط به ورود آب هستش به مجموعه داک رو ما باز کردیم. آب وارد داک شده در حالی که در کاملا بسته است. سطح آب به موازات سطح آب اون طرف در میاد بالا. وقتی که همراستا میشن دو طرف هم لول میشن به قول معروف، این درب سبک میشه، خود به خود قابلیت خوابیدن به طرف بیرون رو خواهد داشت. بعد پشت سر این واحدها آزاد میشه طوری که با کشیدن این واحدها توسط دوارها و نیروی انسانی که در کنار استفاده میکنیم یگانها رو به بیرون از حوض خوش هدایت میکنیم.